این شلیک آیفون نیست. آیفونه ولی این سریش سه تا دوربین نداشت. من از نداشتم. تجاوز به آدمای زیادی توی زندانه. اون به افراد زیادی پیام داده و تعداد زیادی از شماره‌های قربانی‌ها توی این گوشیه. می‌خوای برگردیم از این سوال؟ هی همه بچه چطوری؟ آقا من توی دارک وب یه سایت خیلی عجیب پیدا کردم که چیزای خیلی عجیب و ترسناکی داره میفروشه. نمیدونم که سایت واقعیه یا کلاهبرداری، برای همین نمیخواستم که ویدیو بگیرم، ولی خب گفتم خب شاید سایت واقعی باشه و تونستیم یه چیزی ازش بخریم، برای همین گفتم که این ویدیو رو بگیرم که یه ویدیو توی دست بالم داشته باشم. راستش من توی این ویدیو تنها نیستم و یکی توی خیابون هی بهم میگفت که آقا تو رو خدا ما رو راه بده، تو رو خدا ما رو بیار توی ویدیوات. منم گفتم دیگه باشه دیگه، دلم سوخت و آوردمش اینجا، میخوام با هم یه ویدیو بگیریم دیگه. پسر زیبا بیا بش، بیا شروع کن. خیلی خوب، اسم سایت اینه دارک مارکت، یعنی بازار سیاه. اینجا هم نوشته آن دی سایت که میگه که توی این سایت میتونی چیزای ممنوع بخرید، هر چیزی که فکرشو بکن. من فکر کردم باهاش شوخی میکنی، انگار این سایت واقعیه. اش سایت این جلوته نگاه، این نومیناتی هم داره. نه واقعا یکم جدیه، یه مثلث ساده است دیگه. چهار تا فکر کنم بخش داره. اینجا نوشته عروسک های نفرین شده، گوشای بدیوم، interesting friend، دوستای جالب. نوشته که if you lonely، میگه که اگه یه آدم تنها و خجالتی هستی این سایت مناسب توه. شما میتونید تو این سایت برای خودتون یه دوست بخرید و ازش لذت ببرید. اینجا هم نوشته be careful، تو انتخاب دوستاتون دقت کنید چون ممکنه هر اتفاقی براتون بیفته و باعث مرگتون بشه. اینجا هم نوشته هیچ مسئولیتی، در واقع سایت گفته ما هیچ مسئولیت نداریم که طرف چی کارهایی میتونه بکنه یا نکنه. درسته؟ نمیدم. این بخشا که میایم اونجا نوشته که لاگین سینگی، نوشته مسیج باس بای وبکم، یعنی میتونی وبکم این آدم رو بخری. اینجا هم نوشته فاین، آره پیدا کردن شماره مردم و پیدا کردن آدرس مردم. اکسورو اینجا هم نلیتشون رو نوشته امریکن، ترکیش، لبنانس، مشخص نیست، عراق مشخص نیست، مشخص نیست، پاکستانی، اسرائیل. نوشته که آرکینا هاوس نرس، پرستار خونه. اینجا نوشته یلدوز ممبر آف ده سیتنک، میگه که عضوی از چیزه، یه فرقه شیطان پرستیه. حالیفا ترانس وومن، زن دو جنسه، دزدیده شده برای بردهداری. این خیلی عجیبه. سنشو نوشته 18 سال. گیمیدش هم از همهشون بالاتره. خب اینجا بیان پایین تر، اینگار یکی ازش زوری عکس گرفته ها، اصلا راضی نبود. اینجا میتونیش باز شمارهشو بخری، بعدش براش پیام بدی و وبکمشو بخری. 18 سال سن داره، میتونی با بیت کوین بخریش. اینجا نوشته که برای سیاست‌های سایت و امنیت سایت باید با ارز دیجیتال و بیت کوین خرید کنی. اینجا مشخصاتشون نوشته بکنم. خب اینجا نوشته که تنها اطلاعاتی که راجع به هوریا داریم اینه که اون توی یکی از شهرهای مرزی افغانستانی. چرا جدی نمیگیره؟ الان وسط دارک وب این طرف داره توی سایت آدم برده میگیره. واقعا فکر کردی واقعیه؟ مملکت قانون ندارن؟ قانون فقط بلد آدمای ضعیف و گیری بیاره، نه این باندو. طرف الکی سایت درست نیست. البته دیگه توی گوگل نیست که توی دارک وب. نوشته که اوکال آره اوکال، میگه که بعد از پرداخت کردن، بعد از خرید، شما میتونید محل دقیق و محل زندگی هوریا رو پیدا کنید. چطوره؟ خیلی گرونه، هیچ خودشم خالص درد سر. خب آدم های دیگه هم اینجا هست. اینو نکا کن اینو آره. maybe a murder، ممکنه که قاتل باشه. عبدالقادر 400 دلار قیمتشه، 38 سال سن داره، قدش 2.7 متر، پس 51 سایز پاشه، یعنی راحت میشه یه بچه رو توش دفن کرد. میزان خطرناک بودنه زیاد. خب اینجا هم نشه اطلاع عکسش یه جوری این کرده است. دنیا loves to beat، عاشق گاز زدن. مایکل هیز دماغ نداری؟ his nose is cut off،
دماغش بریده شده. خب اینجا مشخصاتشو داده، 168 سم قد داره، کشور و زبانش معلوم نیست، میزان خطرناک معلومه. جناب شما اطلاعات ما برای مسائل امنیتی به خاطر مایکل نمیدونیم که اون داره کجا زندگی میکنه، ولی بعد از پرداخت میتونید باهاش ویدیو کال بگیرید. یعنی چه 600 دلار واسه یه ویدیو کال؟ ادامه داره و... نه و باهاش قرار ملاقات بذارید. آره کجای بودین؟ مشخص نیست کشور. آه. گفته برای مسائل امنیتی نگفته. میخوای برگردیم از این ساعت؟ هنوز شروع نکردیم که بخوایم برگردیم. حالا بیا اینجا اینو نگو، رافائل سیک ام پیدوفیلی، مریض و پیدوفیلی، این بیشتر به دردتون میخوره. اینجا نوشته 53 سال سن داره، 192 قد، کشور مصر، اسرائیل، میزان خطرناک بودن زیاد با علامتش. میگه که رافائل به کودکو علاقه زیادی داره و دوست داره باشون ارتباط برقرار کنه. نوشته ریلیشنشیپ، نمیدونم دیگه معنیش و اونا رو تا حد سرمرگ شکنجهشون بده، ولی متاسفانه تعداد کمی از مردم دوست دارن با رافائل دوست بشن و مرد اون تنهاست، اون به یه مرد تنها و خشمگین تبدیل شده. اگه از رافائل خوشتون اومده بهش پیام بدید، اون همین نزدیکی هست. واقعا میخوای بهش پیام بدی؟ بعد میگه به درد تو میخوره؟ تو دوست داری انگار. ببین واقعا یواش خیلی پشم ریزونه. پشم ریزونه باید بری بیرون. برو بعد مثلا اسپانسرمون اینه. خب اینجا هم سه تا فقط مونده، مشخص ترکیش امریکن، بچهش از دست داده، فاروق قدرت خوندن ذهن داره. این از هم عجیب تره. بنجامین سرباز گوشتخوار؟ نه سرباز بازنشسته ای آدم خوار. 152 دلاره، از همه ارزون تره. بخریمش؟ دوست داشته باشه میتونیم یک گوشت رو بدیم بخوره. ولی حالا اینجا نوشته که 48 سال سن داره، 164 قد، اینا مهم نیست، میزان خطرناک بودنش زیاده. بنجامین وازباند میگه که بنجامین یکی از سربازهای کارکشته بود، کارکشته نیروی هوایی آمریکا بود و توی جنگ عراق و افغانستان حضور داشته. ما نمیدونیم که اون داره توی کدوم کشور زندگی میکنه. باید بهش پیام بدید، باید به بنجامین پیام بدید که بفهمی داره کجا زندگی میکنه. بنجامین is very میگه که بنجامین علاقه خیلی زیادی به خوردن گوشت آدم ها داره و باید مواظب اون باشید. این تو جنگ بوده، خودش هم دو تا جنگ مهم، یعنی بعد کشتن سربازا اونا رو میخورده یا یعنی چی اصلا؟ پشمام ریخ. داداش توی جنگ که همه جسدا پیدا نمیشه. یعنی واقعا نظرت چیه؟ خیلی ارزونه، یه ویدیو خیلی توپم در میاد ازش، بخریمش؟ جای بدت خورد، چیکار میخوای بکنی؟ خیلی خوب باشه، برو بریم ساعت بعدی. حالا ما به هم زدین یارو، یعنی چی بابا؟ خب سه تا بخش موند، برو خون بابا، حتی اگر کمتر حال به هم زنه، یعنی چی بابا؟ یکی گوشته. گوشی خیلی خطرناکتره، ممکنه ویروسی چیزی باشه یا شنود بشیم با میکروفونش. نوشته این گوشی برای کارهای وحشیانه استفاده شده و ممکنه بعضی از این گوشی‌ها دزدیده شده باشن و دارای ویروس‌های خطرناکی باشن، ولی گوشی‌ها کار میکنند و شما باید در مقابل خطرات این گوشی‌ها احتیاط کنید. اینو نگاه کن، بیا بزن روش. نوشته فروش همه این آیفون ها تو یک شا فقط 200 دلار، یعنی دونه ای میشه 50 دلار. به تو بازار بفروشه کمتر از 2 میلیون میشه رو ببره بازار بفروشه به صرفه تره که آیفون 50 دلار. واقعا ارزونه ها. اینجا هم نوشته که شما میتونید این 4 تا آیفون فوق العاده رو فقط با 200 دلار بخرید. پس منتظر چی هستی؟ همین الان سفارش بده بخریم. واقعا خیلی ارزونه. مطمئن بشی یا دزدیه؟ حتی هم واقعی باشه چرا باید به این قیمت بفروشه؟ اصلا بی‌صرفه نیست واسه اون.
خب تو از کجا میدونی که دزدیه یا ویروسی چیزی زدن؟ چرا باید مشکوک نیست؟ 4 تا آیفون 200 دلار. چی میگی برگردیم؟ بابا یا پولمون رو میخوره یا یه بلای سرمون میاد. اینجا نگاه، 900 دلار، گوشی دلغک، گوشی دزد خونه، گوشی راننده مدرسه، 1000 دلار. 1000 دلار؟ این شلیک بی آیفون نیست. این آیفون بودنش، این آیفونه، ولی این سریش 3 تا دوربین نداشت. من از نداشتم، شاید ترش آیفون باشه. نگاه کن اون سیبه نیست اونجا. اینجا نوشته که گوشیه استاکر محکوم به حبس. به استاکرش میشه همونایی که آدم رو تعقیب میکنه میخوان بکشنش. نوشته که او اکنون به خاطر آدم ربایی شدید در حبس ابد است و در مرکز اصلاح تربیت بی در حال ادامه دادن به حبس خود است. میگه که معلوم نیست که اون چند تا قربانی داشته و با کیا همکاری داشته. نوشته که این گوشی از زمانی که اون رفته به زندان دست نخورده باقی مونده. اون الان داره در واقع جرمای خودشو میفروشه. معلوم شه چه جرم کرده به میده. خب شاید عکسی چیز خاصی اونجا توی گوشیش باشه دیگه. چرا باید گوشی خودشو بفروشه؟ جرمای خودش تو اونه. داداش دیگه حبس اولی دیگه، از این بدتر جرم نیست دیگه. آره راست جا نوشته سریال تخفیف کرده. گوشی قاتل زنجیری شکسته. نه شکسته، داغون شده، با اون میکشته انگار. نوشته که صاحب این گوشی به خاطر قتل و تجاوز با آدمای زیادی توی زندانه. اون به افراد زیادی پیام داده و تعداد زیادی از شماره‌های قربانی‌ها توی این گوشیه و همچنین آدرس و اطلاعات زیادی توی این گوشی. چش خیلی جالبه. چی نوشته؟ این گوشی برای کسایی که میخوان اولین قتل یا جرم خودشون انجام بدن خیلی مناسبه. گوشی مستر اسمیلی فون، گوشی جاسوسی خیلی قابل ردیابی. برو بابا، برو بیرون. خب داداش دو تا بخش بیشتر نمون، یکی عروسک های نفرین شده و یکی چی نوشته؟ اعضای انسانی واقعی تر و جذاب تر بذارم. خب تو این سایت نوشته شما میتونید کالاهایی که به انسان مربوط میشن رو بخرید. اکثر کالاهای این سایت ممنوع و فروش اونها غیر قانونیه. برای همین سیاست های سایت خیلی محتاطانه است. نگاه کن این چیزا رو، موی بلند پسر اروپایی 400 دلار، ماسک انسانی برای تغییر چهره 800 دلار، دندون لارج دندون آفتیابه بزرگ 200 دلار، دندون سالم آفتیابه بزرگ. نگاه کن بابا کسافت برداشته کلن. Human organs to sell. این جگره؟ نمیدونم، فروش اعضای انسان. نوشته ما شرکای زیاد تو کل دنیا داریم که میتونن اندام خاص انسان رو بهتون ارائه بدن. بعد نوشته اینجا که اونا ترجیح میدن که مستقیم با اون طرفی که میخواد اعضا بخره ارتباط بگیرن. یعنی یه مافیاست تو کل دنیا؟ واقعا خیلی ترسناکه. میدونی یعنی دادن اینو نگاه بابا، برش هیومن جسد تازه آدم، نگاه کفش یه آدم از زیر خواسته دفع شده. بزن اینو بخر. نه فلش کن دیگه، بیشتر از اینا نمو خراب نشه. حالا اینجا رو نگاه، نوشته که کیف چرم انسان خشک شده. اینو شنیده بودم، یه باند خودش هم خیلی گرون قیمتن. ببین گفت 3000 دلار یه کیف. پایین تر نوشته که آسیا بیبی موی دختر بچه آسیا 2050 دلار، 250 دلار. دقت کن خونه ها، یعنی نمیدونم یه خونه چه. اینو نگاه تو رو خدا، یا ابوالفضل اینو ندیدم. قلبه فرش هیومن هارت فور سلف، فروش اعضای، فروش قلب تازه انسان. خب توی این بخش نوشته که ما کالاها رو میتونیم به درب خونه شما تحویل بدیم و اینجا رو نگاه کن، نوشته ما میتونیم اندامو با دستگاه های خاص حمل کنیم و قبل از مصرف 1 سال ازشون نگهداری کنیم، مجهزن رسما. اینجا نوشته که برای استادن به کانادا و آمریکا 2 روز میشه. اگه 3 تا 5 روز جای دیگه باشید
سه تا پنج روز طول میکشه. یعنی واقعا گفته کل دنیا هست دا. یعنی رسما علنا داره میگه کل دنیا میتونیم بخرین. من نمیفهمم، یعنی واقعا یکی نیست اینا رو پیگیری کنه؟ رسما داره قاچاق انسانه ها. قاچاق انسان اعضای انسان. قاچاق انسان تو ایران دیگه عادیه داداش، میتونی کلیه بخری، هر چیزی بخری. برو بیرون، اعصابم به هم ریخت اینا. برو چندشا. خب داداش دیگه بیشتر از یه بخش باقی نمونده دیگه، یا باید اوشه ویروسی قراره بخریم. ما حتما قراره یه چیزی بخریم. پس من برای چی آوردم اتی اینجا؟ تو اسپانسرمون یه ویدیو ساده بگیریم حال کنیم، مثلا ببینیم داستان چیه. شاید $1,000. آخه کدوم خری عروسک $1,000 میفروشه؟ به همون خری که برده رو $5,000 میفروشه. بابا تو اصلا یه چیز دیگه، یه لول دیگه ای بابا. حالا بیا یه نگاه بندازیم دیگه، اگه خریدیم. نه خریدیم، میدونم یه نمیخریم. خدا وکیلی ببند پاشیم بریم بابا، مزخرفات چیه بابا. یه بذار یه چیزی بخریم، بلکه واقعی بود ساعته. بدش کنه نوشته که عروسک ها بهترین اسباب بازی هستن که میتونی داشته باشی. اونا همیشه به ما نگاه میکنن و توی گوشه اتاقن و لبخند میزنن. هر کسی باید به یه عروسک نیاز داره، چه بهتر که این عروسک ها یه عروسک جن زده باشه. اکثر عروسک های داستان جدی شروع جن زده آنابله. آره نوشته که این عروسک ها از آدم های جمع آوری شده که نمیتونستن از این عروسک ها نگهداری کنن، چون که این عروسک ها پارانورمال هستن و عادی نیستن. آره برو ببینیم داستان. اینو نگو، مایا هانتد اسپریت، روح تسخیر شده. این دو صورت یه کله رو اینگار کندن چسبوندن. چه طبیعیه، انگار عروسک نیست، یه آدم زنده است انگار. قیافش هم یه جوری که انگار داره انگار نگاه میکنه. اینو نگو، کله یه عروسک دیگه رو پیوند زن. الیزابلا شیطان جهنمی، اینو نگاه، بیش از حد بزرگه، عروسک نفتی شده، قیافش یه جوری یه جوری، در حال که معصومه یه جوری خطرناکه. توی توضیحاتش نوشته که عروسک بیش از حد بزرگ، من این عروسک رو از یه کالجی گرفتم و احساس خوبی ازش دریافت نمی کنم و به نظرم پارانورماله. بعدش گفته که قیافش فکر می کنم که یه جوری زنده. اولش من گفتم یه جوریه قیافش، اصلا انگار آدم زنده است. یه جوری برو بیرون. معلومه که پشمات ریخته. سارا پارانو اینو نگاه کن، مایکل جکسون و اول پس یه دون عکس هم اینجا گذاشته. اونجا واقعا خیلی پشمیزونه. اینو رو نگاه، بیا مقبتر اینجا. چرا این طوریان اینا؟ واقعا خیلی عجیبه. آخرش یه دونه عروسک هست علامت چرا عکسشون نذاشتی اینجا؟ تخفیف کرده، $150 بوده؟ نمیدونم چرا انقدر تخفیف خیلی زیادی گذاشتن، آخه شاید یه دلیلی داره. نوشته یک پنجم قیمتش. حالا نوشته که پیدا شده در یتیم خونه کورن هیل. بریم رو ببینیم چیه دیگه، آخرش تموم کنیم این شکنجه رو. قسمت ترسکش اینجاست که هیچ عکسی نداره، تو نمیدونی چی داره، اندازش، سایزش، مدلش. تو اینجا نوشته که این عروسک کنار جسد سوخته یه پسر پیدا شده. یتیم خونه کورن هیل کاملا سوخته شده بوده توی آتش و بچه‌های خیلی زیادی به وحشتناک‌ترین شکل ممکن مرده بودن، ولی این عروسک نسوخته بود. واقعی این کورنیل؟ نمیدونم، یه سرش برش کنیم. واقعی انگار این عروسک توی سمساری ها و فروشگاه های زیادی بوده، ولی هیچ کس این عروسک رو نخریده. اینجا هم نوشته که این عروسک خوشایند نیست و شهر بعد از خریدش هر اتفاقی واسه این میدونه داستان چیه. یعنی در واقع یه عروسکه، شاید اونا رو مثلا تولید کردن که ترسناک باشه اون یکی ها رو، ولی این در واقع یه دونه است. تو از کجا میدونی یه دونه؟ یه دونه است، یه نوشته کنار یه بچه، یعنی مال یه بچه بوده که مرده. اینقدر فروش نرفته که بیا بالا، تو قیمتشو $150 کرد $33، یعنی یک پنجم قیمت واقعی. به خدا یه چیزی تو این چیز است و بخرین. نه واقعا
چرا باید دیگه این ارزونه دیگه تو رو خود را میگه یکی واقعا به خاطر ارزونش نیست هر اتفاقی به آقا هر اتفاقش بیفته مال من فوقش میندازیمش دور واقعا منطقی نیست این کار نباید اینو بخری آقا چی میشه دیگه هر اتفاقی افتاد گردن من خدا مشکل نه پول واقعا نه چیز دیگه واقعا خیلی خطرناکه هر اتفاقی میتونه بیفته آقا من توی خونه خودم نگهش میدارم دیگه الان میگم هیچ مسئولیتی من ندارم خب حالا تو بیتکویناتو در بیار تو جیبم نیست که بای ویت بی تی سی پرداخت با بیتکوین همه اینا رو باید پر کنیم یا خدا چقدر اطلاعات میخواد از همون اسم واقعیت شماره تلفنت کد پستیت آی پیت ایمیلت آدرست جام نوشته که چطوری با ما آشنا شدی از طرف دوست و واسطه از طرف دیپ و اینترنت و اینجا نوشته من عضوی از سایت هستم کیم داری اونو چرا زدی؟ بدشون چیزی نمیشه خب اینجا نوشته که محل دقیق زندگی تو توی مپ مشخص کن چرا؟ شاید دقیقات مطمئن بشه خدا ایرانو زده مرد که شهر خودتو زده چه ایران من با تور رفتم یه فیلتر شکر روشن کردم این از کجا فهمیده من دارم کجا زندگی میکنم چقدرم به خدا دقیق پیدا کرده یو خود با رفتم گفتم احمد نخریم بابا خیلی خوب باشه فوش مرگی دیگه خیلی خوب بیفن تا اینجا اومدیم باید آخرشو بریم جا بستمونه نزم تا اینجا بسته دیگه چیت بذار آخرش بریم یا شاید آخرش خوب بود خب اینجا رو میاره انقدر باید بیتکوین پرداخت کن چه خبر بده بزنی بده بیتیسیاتو بزنی اینم کد ولتشونه زدی؟ خیلی اوکی یا خدا نوشته که سفارش شما با موافقت ثبت شد اینجا هم نوشته که بعد از مدتی به شما یه پیامی ایمیل میشه و بهتون میگه که بسته رو قراره کجا دریافت کنید یعنی چی؟ مگه ازمون آدرس و شماره و آی پی و محل دقیق نگرفت تموم شد برو پایین ببین چی چیزی هست ای بابا ما اینجا رو نخوندیم نوشته که ما هیچ مسئولیتی در قبال هرچی که بعد از خرید از این سایت اتفاق میفته نداریم ببین آدرس تو دادی شماره تو دادی آی پی تو دادی در محل دقیق خود تو دادی پول که دادیم رفت یعنی خدا بخیر کنم حالا بذار منتظر باشیم بعد که ایمیل بهمون داد شاید واقعی بود اصلا مشکوک نیست چی مشکوکه؟ چی باید مشکوک نباشه؟ ازت آدرس گرفته بعد میگه بهش ایمیل میدیم خودمون خوشو بابا کاتشون کن سب کن یه لحظه پس چرا از همون آدرس خواسته؟ پس چرا از همون آدرس خواسته؟ منطقه میخواد سرت کلا بذاره حالا بذار منتظر این ایمیله باشی منتظر باش هی هی بچه چطورید؟ آقا من تازه از خواب بیدار شدم و ساعت همینطور که میبینید 6:05 است و هوام تازه روشن شده الان که دارم این ویدیو رو میگیرم تقریبا 15 روز از اون اتفاق میگذره یعنی از اون خرید میگذره و من الان که هوشم باز کردم این ایمیل رو دیدم که اگه دقت کنید تقریبا نیم ساعت پیش به من ارسال شده و نوشته که سفارش شما به شما نزدیک شده بسته سفارش شما به شما نزدیک شده وارد چالش شوید در ساعت 9:09 شب در لوکیشن 98 درجه فلان فلان و اینجا هم که میبینید چند تا فلش عجیب غریب بهم داده و فکر کنم
فکر کنم فیک نیست اون اتفاقه و واقعیت داره اون سایته. الان منتظرم که یکم هوا روشن‌تر بشه و بعد از ظهر بشه و با بچه‌ها بریم به اون مکان.